سلام جمعه 5 فروردین 1401 25 مارچ 2022 میلادی حمله امروز حوسی ها گروه جدایی طلب یبنی که جمهوری اسلامی از اونها پشتیبانی میکنه به عربستان فصل جدید و خطرناکی رو آغاز کرد حوسی ها با موشک و پهپاد به چندین نقطه در عربستان حمله کردند از جمله در جده به دو مخزنه بزرگ سوخت فراورده های نفتی شرکت آرامکو حمله کردند که آتش سوزی اون از فواصل مختلف دیده میشد مهار نمیشد و مسابقات فرمول یک رو که در جده بود پانزده دقیقه به تأخیر انداخت در 16 کیلومتری محل این حادثه بود همینطور حمله به مخازن آب شرکت زهران شرکت ملی آب در زهران عربستان هم کار دیگه بود که کردند خود حوسی ها گفتند که با پهپاد به رأس و تنوره و رابخ هم حمله کردند و البته سعودی ها گفتند که یک موشک بالستیک و نه پهپاد دیگه هم خونسا شده مقام وزارت انرژی عربستان عنوان کرده که این تجهیزات همگی از سوی ایران به عربستان داده میشه و ساخت ایران هست البته منابع مختلف میگن حتی اپریشن و اجرا و پرتاب اونها هم با حضور متخصصای نیروی قدس سپاه انجام میگیره و جالبه که همزمان با این حمله به عربستان در تهران تصویر دو تن از رهبران حوسی ها همراه با پرچم یمن رو روی برج آزادی در میدان آزادی تهران انداختند. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که این حملات باید متوقف بشه و قیمت نفت هم به بالای 120 دلار رفت جالبه که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همکنون در لبنان هست مجددا تاکید کرده که خواستار مذاکره با عربستانند و ایشون گفته که این عربستانه که سر میز مذاکره نمیاد و در واقع اونها رو دعوت کرده که باز هم به مذاکره ادامه بدن جالبه که از یک سو عربستان رو هدف قرار میدن سوی دیگه میگن که بیا بشین صحبت کن از اتفاقات دیگه در همین امروز این است که آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به قطر رفته که گفته میشه با استقبال سرد کشورهای عربی مواجه شده و فردا هم آزم اسرائیل که در اونجا قرار است شنبه و یک شنبه نشست پنج جانبه ای با اسرائیل، مراکش، امارات و بحرین برگزار بکن این سوال پیش میاد که چرا در این شرایط که مذاکرات برجام متوقف شده ده روزه که آقای مالی هم به امریکا برگشته آقای باغری هم به تهران رفته و آقای انریک مورا فردا آزم تهرانه که با باغری در تهران ملاقات کنه و دو خواسته جمهوری اسلامی یعنی تضمین برای برداشته شدن تحریم ها که عمدتا مراد برداشتن تحریم های بانکی است و همینطور بیرون آوردنی سپاه از لیست سازبانهای تروریستی بلا تکلیف مونده چرا این حملات رو که کاملا تحریک‌آمیز و مشکلزا برای طرف مذاکره کننده امریکایی هست رو جمهوری اسلامی انجام میده یک نظر این است که این کارها رو میکنه برای اینکه بیشتر امتیاز بگیره و فشار رو بر دولت امریکا افزایش بده و به یک توان داره که در منطقه آشوب درست کنه و الان که دنیا محتاج قیمت پایین اومدن قیمت نفت هست این رو میتواند با این عملیات قیمت نفت رو کماکان بالا نگه داره و ناامنی ایجاد تحلیل دیگه این است که این روسیه است که ظاهرا خودش رو کنار کشید و از مسئولیت چوب لای چرخ برجام گذاشتن مبرا کرد خودش رو ولی به دست عواملش در جمهوری اسلامی یعنی سپاه و نیروی قدس عملا دست به کارهایی میزنه که کار مذاکره و به نتیجه رسیدن رو دشوارتر میکنه به خصوص این که سعودی ها و اماراتی ها هر دو از موازه امریکا در برگشتن به برجام ناراضی هستند و میگن که اگر برگرد امریکا برجام و پول برای جمهوری اسلامی آزاد کنه تحریم هاشو برداره اون وقت این قبیل عملیات تشدید میشه و امنیت ما در خطر قرار میگیره تا جایی که در همین صحبت عرض کردم که حتی سفر وزیر خارجه امریکا با استقبال سرد مواجه میشه و سفر به امارات هم نمیکنه چه رسه به اینکه به عربستان بره اما اینکه کسانی در ایران که میشه گفت بیشتر عوامل روسیه هستند عمدتا در سپاه و بیت رهبری زیر لوای تندروی و انقلابیگری و بازار انرژی و غیره میخوان که در واقع تحریم ها بماند و <تص> عملا قیمت نفت به خواسته روسیه حرکت بکنه تحلیلی است که کم و بیش در نزد پاره محافل غربی هم مطرح شد جالبه که در همین حال سفیر ایران در روسیه آقای کازم جلالی هم اعلام کرده که با روسیه برای دور زدن تحریم ها و به خصوص تحریم سویفت همکاری خواهند کرد سیستمی رو روسا درست کردن SPFS که جای سویفت به اصطلاح مبادلات بین بانکی رو تسهیل کنه ولی این سیستم حتی داخل بانک خود روسیه هم کار نمیکنه چه برسه به اینکه بخواد ایران یا کشور دیگری از اون استفاده بکنه اون هم روسیه ای که امروز معاون فرمانده ستاد ارتش روسیه عنوان کرد که دیگه دنبال تسخیر سراسر خاک اوکراین نیستیم و تمرکزمون رو بر منطقه دنباس میگذاریم که دو استان لوهانسک و دونتسک رو به اضافه مقداری بیشتر از اون رو در بر میگیره دو جمهوری که خودخوانده اعلام استقلال کردن دو جمهوری خودخوانده و اوکراین قبول نداره و روسیه که در سی روز اول جنگ به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده سهل از چهل هزار نفر از نیروی زمینیش که فرستاده یا اسیر شدن یا کشته شدند یا زخمی شدند و نتوانسته حتی یک شهر مهم رو مثل خارکیف یا کیف یا اودسا یا ماریوپول رو بگیره در ماریوپول که تمام فشارش رو آورده و اون رو محاصره کرده اما مردم حاضر نشدند شهر رو تسلیم کنند اگرچه جنازه مردم بیدفاع در خیابانهای شهر دیده میشه از سوی دیگه روسیه در تنگنای بیشتری قرار گرفته آلبان ها سهم گاز روسیه در مصرف گازشون رو از 55 درصد به 40 درصد رسوندند آقای بایدن اعلام کرده که روسیه رو باید از گروه کشورهای 20 اخراج کنن که احتمالا اخراج هم میشه و IMF صندوق بین المللی پول هم پیش بینی میکنه که در سال جاری اقتصاد روسیه 15 درصد کوچکتر بشه یعنی رشد منفی اقتصادی 15 درصدی خواهد داشت و سال بعد هم سه درصد دیگه باز رشد منفی خواهد داشت به این ترتیب اه اه، کشتی شکسته خامنه و جمهوری اسلامی به کشتی در حال غرقی مثل روسیه و حکومت پوتین بسته شده که سرنوشت هر دو رو به همین طوری گره میزنه اما در آمریکا نازنین مقبلی دختر ایرانی الاصلی که مادر دو دختر دوغلو هم هست مهندس فارغ تحصیل ام و دانشکده عالی نیروی دریایی امریکا به فرماندهی پرواز به ایستگاه فضایی بین المللی منصوب شده که این پرواز سال 2023 صورت خواهد گرفت و زیر دست این فرمانده یک خلبان دانمارکی و دو متخصص مهندس پرواز هم که نامشون بعدا اعلام میشه در این پرواز خواهند بود و با یک موشک شرکت اسپیس ایکس آقای اسپیس ایکس در واقع به این ایستگاه فضایی خواهند در حالی که دختر ایرانی الاصل در آمریکا این گونه میدرخشه در ایران در گرگان مجسمه رو که شهرداری نصب کرده بوده به با عنوان تنها با هم در نقد شبکه های اجتماعی که مجسمه یک زن و مرد که کنار هم نشستند و سرشون توی تلفن دستیشون هست به دلیل اینکه اندک از ساق پای مجسمه زن معلومه به دستور دادستانی مجسمه رو برداشتند یا به قول مقامات خود استان قلع و کردند به امید پیروزی ایران و ایرانی